سه هفته است زندگی حسین سیرت زار شده. اول موترش را رو بودند. بعد تهدید کردند که خودش را هم مانند موترش غیب خواهند کرد. او با خانواده‌اش اکنون در کابل در خفا زندگی می کند. پلیس نتوانسته سر نخی از این دزدی و ارعاب خبرنگار 33 ساله پیدا کند. خبرنگاری که درباره افرادگرایی نوشته و هم قانون شکنی زورمندان محلی از چشمش نیفتاده. شخص خود رساند نزدیک موتر که یک چیزی که نمیفهم چاقو بود یا هر چیزی دیگه دستش بود دست شیه موتر کوبید و شیه موتر ترک برداشت، چندین ترک برداشت. پس از این قضیه من مسئله را به مسئولین نهی رساندم که حامی خبرنگاران رسانه های آزاد افغانستان است. اونا کل قضیه را ثبت کردن به شمول حمله فیزیکی و تهدیدی که من دریافت کرده بودم. پس از این قضیه من چندین بار از طریق تلفن، از طریق مسیج تهدید شدم. اسمس برای من روان میشد که خودت مسائل را نشر میکنی و که مخالف ارزش های دین اسلام است. آقای سیرت تنها روزنامه نگار نیست که ترسانده میشود، به ویژه که این اواخر نوک قلم انتقادها تندتر شده و حمایت خارجی ها کمتر. تأثیرگذاری رسانه های افغانستان از جمله همین شبکه تلویزیونی روز به روز در جامعه بیشتر شده. در تازه ترین مورد وزیر پیشنهادی آقای غنی زیر فشار رسانه ها انصراف داد، کسی که نامش در فهرست تحت تعقیب پلیس بین المللی بود. اما به اندازه افزایش فعالیت های رسانه ای در افغانستان سطح تهدیدها هم بیشتر شده. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید خشونت علیه خبرنگاران از هر جانب صورت میگیرد. عنوان گزارشش هم این است: گزارش دهی را متوقف کنید یا خانواده تان را از بین خواهیم برد. میگوید تهدید روزنامه‌نگاران آزادی بیان را با مخاطره میاندازد. تکان دهنده تر این که خود دولت بیشترین بدرفتاری را با روزنامه‌نگاران داشته. دیده ایم که اکثر حملات از سوی افراد طرفدار دولت و نهادهای دولتی صورت گرفته، اما این به این معنا نیست که شدت حملات طالبان علیه خبرنگاران کم است. آنها هم تهدیدات خیلی جدی را متوجه خبرنگاران می کنند، اما اگر بخواهیم مقایسه کنیم بیشتر موارد به دست افراد دولتی صورت می گیرد. دولت افغانستان بارها به این بالیده که به آزادی بیان باورمند است، اما دیدبان حقوق بشر میگوید اگر کار نشود این دستاورد با خطر روبروست.